با گسترش تورم و بحران اقتصادی در پاکستان، میزان فقر در میان ساکنان این کشور افزایش یافته است. بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، 95 میلیون شهروند پاکستانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و اگر حکومت این کشور برنامه‌هایی برای بهبود اوضاع اقتصادی نداشته باشد، نگرانی جدی در خصوص افزایش میزان فقر وجود دارد. بانک جهانی هشدار داده که فقر در پاکستان در یک سال از 32.4% به 39.4% افزایش یافته است و با موج جدید بحران اقتصادی و افزایش فقر دست کم 12,500,000 نفر دیگر نیز به مرحله فقر شدید نزدیک می شوند. پاکستان در 2 سال گذشته با مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالا روبرو بوده است. وزارت دارایی این کشور تیر ماه امسال از دریافت وام 3 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول برای کنترل بحران در این کشور خبر داد، اما گزارش بانک جهانی پیشنهاد می‌کند که باید تغییرات اساسی در برنامه‌های اقتصادی پاکستان اعمال شود تا اقتصاد این کشور بهبود یابد. نخست وزیر دولت موقت پاکستان 2 روز پیش در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت کشورش در 2 سال گذشته به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا و سیل ویرانگر آسیب دیده است و بهبود اقتصاد این کشور به همکاری در سطوح بین المللی نیاز دارد. افضل رضا، کارشناس امور پاکستان و افغانستان از اسلام آباد با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام و درود خدمت شما همکار عزیز و بینندگان محترم شبکه محسن علی. سلام، ممنونم از وقت. جناب آقای افضل، با توجه به آمار تازه از افزایش فقر در پاکستان از سوی بانک جهانی، چشم انداز آینده این کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟ ممنونم. با توجه به ناآرامی‌های سیاسی در کشور پاکستان طی 2 سال اخیر، تغییر دولت و همچنین 2 ماه پیش که ما شاهد بروی کارمندان یک دولت موقت برای برگزاری انتخابات بودیم، چالش اصلی دولت‌ها در پاکستان نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش روزافزون بدهی‌های خارجی و سوء مدیریت در بدهی‌های داخلی هستش. تا اواسط سال جاری میلادی 2023 کل بدهی‌های خارجی پاکستان از مرز 124 هزار میلیارد دلار عبور کرد. این در حالی است که هر سال پاکستان برای کنترل بحران اقتصادی به ویژه مدیریت تورم و رسیدگی به معیشت مردم مجبور میشه از صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سایر نهادهای مالی بین المللی و منطقه‌ای وام بگیره و در بازه زمانی 1 تا 3 سال اینا رو پرداخت بکنه. امسال هم پاکستان به شدت دچار کسری ذخایر ارزی بود که یکی از علائم فوری اون متوجه معیشت مردم و تورم افسار گسیخته ای هستش که مردم این کشور به شدت روز به روز با مشکلات مدیدی مواجه میکنه. الان هم حتی کاری فرمونه که با توجه به گزارش جدید بانک جهانی، نه تنها نزدیک 90 میلیون از مردم با فقر شدید مواجه هستند، بلکه اگر این بحران ادامه پیدا کنه و دولتی نتونه این مشکلات رو بهش بپردازه، ممکنه بیش از 10 میلیون بین 10 تا 15 میلیون مردم که تعدادشون 10 تا 15 میلیون مردم به تعداد افراد تحت تاثیر خط فقر اضافه بشن. دولت موقت پاکستان نیز با توجه به اینکه اختیارات کاملی نداره، فقط وظیفه‌ش اینه که مقدمات انتخابات رو فراهم بکنه، به شدت در صدد کسب اعتماد صندوق بین المللی پول هستش تا اون بخشی از وام خارجی که مونده رو بتونه دریافت کنه و بتونه بخشی از مشکلات خودش رو کشور رسیدگی بکنه. برای بینندگان ما بفرمایید که تداوم فقر و بی‌ثباتی اقتصادی و سیاسی در پاکستان چه پیامدهایی را در سطح منطقه خواهد داشت؟ مطمئناً با پایین اومدن ارزش پول پاکستان طی چند ماه اخیر، دولت‌ها و مقامات نظامی به ویژه در تلاشند برای تشکیل یک شورای ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری بعضی از کشورهای همپیمان خودشون
تشویق کنن تا چند ده میلیارد دلار در کشور فلسطین سرمایه گذاری کنن. اما شنیده شده و بر اساس برآوردها نه تنها تا الان مشکلات در این خصوص حل نشده، بلکه صادرات پاکستان به شدت افزایش یافته و نتونستن حتی جلوی واردات بی‌رویه رو بگیرن. با توجه به مشکلات مرزی پاکستان به کشور افغانستان و نبود هیچ گونه تجارت به کشور شرقی، همسایه شرقی خودش هند، حتی تجارت منطقی پاکستان تا 6 ماه اخیر هم بالای 30% به کاهش چشمگیری روبرو بوده. خب دولت‌ها در صددن تا بتونن هرچه زودتر کشور همپیمان خودشون جلب اعتماد میکنه و بتونن این سرمایه گذاری در پاکستان تا اون خلای ایجاد شده رو پر کنن. ولی به نظر میاد این مشکلات ماهای آینده و حتی امکان تا بعد از برگزاری انتخابات عمومی بدن یک دولت مستقل در ژانویه 2023 هنوز ادامه خواهد داشت. ممنونم از شما جناب آقای افضل رضا از اسلام آباد با ما همراه بودند.